سلام و وقتتان بخیر بینندگان گرامی، به یک بسته مهم خبری دیگر از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. چندین منبع میگن که ده‌ها جنرال و صدها کماندهوی حکومت پیشین در حال آمادگی جهت ورود به کشور و مقابله با طالبانند. این موضوع را جنرال خوشحال سعادت نیز تایید کرده و گفته است که ما به زودی به کشور برمیگردیم. این جنرال ضد طالبان افزوده است که قبل از موافقت نامه دوحه طالبان فراری بودند و به دنبال آنها میگشتیم تا بکشیم و یا اسیرشان نماییم. طالب را که ما میشناسیم تا سال 2021 طالب فراری بود، فرار میکرد، بین طبقه و ناس خود پنهان میکرد. با گفته یه سعادت، طالبان قبل از سال 2021 از دست نیروهای امنیتی افغانستان فرار میکردن و خودشان را در بین زنان محل پنهان مینمودن و حتی سیمکارتهایشان را در بدن زنانشان پنهان میکردن تا کسی بازرسی نتواند. جنرال خوشحال سعادت میگید که برای بازپسگیری افغانستان کار میکند و از هر راه ممکن به مبارزه با طالبان میپردازد و افزوده است که آماده برگشت به صحنه نبرد هستم. تمام ولایات رفتن به بزرگان قومی پول دادن که برین به پوسته های امنیتی و نیروهای امنیتی برین بگوین که جنگ بست است، دوها دیل شده، هیچ مشکلی وجود ندارن، شما را کس قرض نمیگیره. به گفته یا سعادت، این بار جنگ ما مانند سابق نخواهد بود و این گونه هم نیست که طالب در کوه ها دنبال ما بگردد و تیرباران ما کند. به گفته او، جنگ این بار ما جنگ تکنولوژی خواهد بود. طالبان اما میگن که این جنرال ها پلاستیکی اند و مرد میدان نبرد و مقاومت نمی باشند. من یو افغانان یو هم شمول حکومت بانی پاسید کسان و سر باید طالبان که ننی. با گفته یه طالبان، این جنرالان دیگر جرأت و جسارت برگشتن به وطن را ندارند. در همین حال سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان تا لحظه فرار به آمریکا گفته بود که قصد ترک افغانستان را ندارد. خود برآمدی، خود رفتی، دام کرده دام گرده. جان کربی روز پنجشنبه 17 حمل در یک نشست خبری گفته است که هیچ نهاد هم فرار سریع اشرف غنی را پیش بینی نکرده بود. همچنین و به دنبال ممنوعیت کارکنان زن سازمان ملل در افغانستان، سازمان ملل متحد تمامی دفاتر خود را در افغانستان موقتا تعطیل کرده است. سازمان ملل متحد روز گذشته نشست ویژه‌ای را درباره این اقدام طالبان برگزار کرد و در آن بر برداشتن ممنوعیت کار زنان تاکید کرد. با گفته ملل متحد، از میان 3300 تن از کارمندان این نهاد 600 تن آنان زنان افغانستان هستند. سازمان ملل متحد میگوید که پس از ممنوعیت طالبان بر کار زنان 3300 کارمند این سازمان خانه نشین شدند. در همین حال شورای مقاومت برای نجات افغانستان در واکنش به ممنوعیت کار زنان در بخش‌های مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان از سوی طالبان گفته است که این گروه با چنین سیاست‌هایی کشور را به انزوا کشانده است. در بیانیه شورای مقاومت برای نجات افغانستان آمده است اساس مصیبت، درد و رنج حاکم بر مردم افغانستان ناشی از سلطه غیر مشروع و ظالمانه طالبان است که در پی یک توطئه مبهم بین المللی، منطقه‌ای و خیانت رهبران حکومت پیشین بر افغانستان تحمیل شده و سبب سلب آزادی و نقض حقوق اساسی مردم شده است. طالبان اما میگن که این رهبران قبلی به منظور امتیازگیری چنین گفته هایی را مطرح کرده و آنان هیچ وقت به فکر مردم نبوده و نخواهند بود. کنفرانسون جوړوي ترکیه کې جوړوي د ګټې نکې نور. نور ملت تاسو پیژندلې، تاسو هغه خلک چې د ملت استفراغ کړی. همزمان با این، انس حقانی در سخنان تازه‌ای گفته است که برای پدرم آمریکا پیشنهاد شهروندی داد، اما پدرم عقیده و مردم خود را معامله نکرد. د ژوند آمریکا په شمول خدای تر پای دې تیار نشو چې خپل ولس او د خپل عقیده په مقابل کې. همچنین منابع از کابل میگن که مدیر لیسه حبیبیه در کنار یکی از جاده های کابل بوت پالش میکند. این بانو از روزگار سخت زندگی قصه هایی دارد اما ناامید نیست. از سوی هم وزیر تحصیلات عالی طالبان خواهان بورسیه های تحصیلی از پاکستان شد. بر بنیاد اعلامیه طالبان، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی این گروه در دیدارش با سرپرست سفارت پاکستان از آن کشور خواسته است برای جوانان افغانستان زمینه تحصیل را در پاکستان آماده سازند و به مشکلات کنونی دانشجویان
رسیدگی کنند. در همین حال منابع محلی در ولایت‌های پروان و پنجشیر میگن که طالبان دو تن از افسران ارتش و پلیس حکومت پیشین را در این ولایت‌ها بازداشت کردند. منابع افزودند که در رویداد نخست طالبان معاون اداری فرماندهی امنی ولسوالی عنابی پنجشیر را بازداشت و به جای نامعلوم انتقال دادند. این فرد که دلاغا نام داشت روز پنجشنبه 17 حمل از روستای آبدره ولسوالی عناب بازداشت شده است. در رویداد دیگر طالبان یک افسر ارتش حکومت پیشین را در ولسوالی سالنگ ولایت پروان برای دومین بار بازداشت کردند. این فرد نصرالدین سالنگی نام دارد و طالبان او را بامداد جمعه 18 حمل از خانه اش در منطقه اولنگ بازداشت کرده و به جای نامعلوم انتقال دادند. به گفته منابع نصرالدین در ماه جوزای سال گذشته نیز بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. اکنون انگیزه بازداشت این افراد معلوم نیست. طالبان هم هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. بر بنیاد یافته‌های روزنامه 8 صبح، طالبان در یک هفته اخیر دست کم 10 تن به شمول نظامیان حکومت پیشین را در پنجشیر و پروان بازداشت کردند. از سوی هم منابع محلی در ولایت قندهار میگن که یک مرد معتاد به مواد مخدر همسر جوانش را با طناب خفه کرده و به قتل رسانده است. همچنین از ولایت فاریاب خبر میرسد که بر اثر حادثه ترافیکی در شهر نمبر 1 در مربوطات ولایت فاریاب دو تن به شمول یک خانم کشته و 3 تن به شمول دریور زخمی شدند. در همین حال مسئولان امنیتی طالبان در ولایت پروان میگن که یک مرد 32 ساله در مرکز این ولایت با ضرب گلوله به قتل رسیده است. همزمان با این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که ادعاهای برخی کشورها درباره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان در واقع تبلیغی برای آنهاست و هیچ گروه تروریستی و غیر از داعش در افغانستان فعالیت ندارد. و گفته مجاهد داعش بسیار در سطح پایین و کم رنگ‌تر از گذشته در افغانستان حضور دارد که آنها سرکوب شدند و نیروهای طالبان در برابر آنها با جدیت استادند. در همین حال مقامات طالبان از تشکیل کمیسیون ویژه بازگرداندن افغانستانی‌های زندانی در خارج از کشور خبر دادند. مقامات طالبان اعلام کردند در ماه‌های اخیر بیش از 1500 نفر از مهاجران افغانستانی که در زندان‌های پاکستان زندانی بودند از زندان‌های این کشور آزاد و از طریق مرز ترخم به افغانستان انتقال داده شدند. از سوی هم ویدیو و نوار صوتی مبتذلی از نواسه گلبدین حکمتیار به تازگی نشر شده و با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی روبرو شده است. Who would make a woman lie to his own father? Yeah, I fully agree with you and و گفته یه منابع او در ابتدا با یک دختر خارجی ازدواج کرده و سپس او را رها نموده و فرار کرده است. دختر به این فرد زنگ زده و گفته است که از نظر عاطفی ضربات سختی بر من وارد کردی و به من خیانت کرده و فرار نمودی. And I came to you and told you that a man had made me fall in love with him. این دختر عکس‌های مبتذل زیادی از این پسر پخش کرده که قابل نشر نیست و نمایش داده نمی‌شود. همچنین و در پی فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان 7 عضو یک خانواده جان باختند و یک نفر دیگر زخمی شده است. خیر محمد غازی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت لغمان میگوید که این حادثه حوالی ساعت 2 بامداد روز جمعه 18 حمل در منطقه قلعتک ولسوالی علیشنگ رخ داده است. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. تا برنامه دیگر، علی نگهدار.